تا الان احتمالا خواننده های ما میدونن که داستان اولیس در روز پنجشنبه 16 ژوئن 1904 اتفاق میافته که روز خاصی شده و مراسمی به نام بلومز دی، روز بلوم، در این به بزرگداشت این روز برگزار میشه. وقایعی که در این روز اتفاق میافته، در رمان اتفاق میافته، از 8 صبح تا پاسی از شب ادامه پیدا میکنه. اینا چیزایی که همه ما راجبش میدونیم و اگه کامل خونده باشین فصل اول رو در پاورقی ها، اونجا ما گفتیم که اتفاقی که در اون روز افتاده اینه که جیمز جویس اولین بار همسر آیندهش رو و شریک زندگیش رو در این روز میبینه. اولین بار که نه، ولی در حقیقت قراری که با هم میذارن، قرار اصلی که با هم میذارن در پنجشنبه 16 ژوئن 1904 هستش. دو روز قبل هم همدیگر رو دیده بودن. نورا بارناکل یه دختر شهرستانی از غرب ایرلند اومده، در هتل فین کار میکنه. جویس که اون برا پرسه میزده، نورا رو میبینه، ازش خوشش میاد و برای فرداش با هم قرار میذارن. فردا نورا سر قرار نمیاد. جویس آدرسشو میدونه، ساعت به آدرس هتلی که نورا توش کار میکرده یه نامه براش مینویسه و یه قرار دیگه با هم میذارن و نهایتاً اونجوری که شاید و باید در 16 ژوئن 1904 با هم دیگه گشتی در دوبلین میزنن و اتفاقات خصوصی بینشون میفته که اگه میخوان کاملاً بدونین که چی پیش میاد، در مقاله سکوت، تبعید و جناس نوشته لوئیز مناند در مجله نیویورکر که من ترجمه کردم و توی سایت مدومه میتونین پیداش بکنین، کلن اون وقایعی که اتفاق میفته و چرا انقدر روی جویس اثر میذاره و روز رخداد اولیس رو در این روز نمادین قرار میده، اونجا علتش توضیح داده میشه. کلن هم جویس آدمیه که یه مقداری در زمینه اعداد و تواریخ و اینا خرافاتیه و دوست داره که مانیومنتالشون بکنه و یه جنبه یاد بود بهشون بده و به سعد و نحس روزا اعتقاد داره. مخصوصا تأکید میکنه که چه روزی باید رمان اولیس انتشار پیدا کنه که بعدا در 1922 این اتفاق میفته و خب بی مناسبت نیستش که این روز در ذهن همه مونده. چه اتفاقایی تو این روز میفته؟ الان اگر که سری به اینترنت بزنین و اخبار رو بخونین، در اکثر شهرهای جهان غرب و حتی جایی مثل چین این روز رو جشن میگیرن، لباسای عهد ادواردیان میپوشن، پایان قرن 19 ابتدای قرن 20 احتمالا یه صبونهی به سبک بلومز میخورن، دل و قلوه میخورن و لباسای سفید و آبی میپوشن که در یکی از اپیزودهای اولیس بلوم به تن میکنه. گشتی توی شهر دوبلین میزنن اگر در دوبلین باشن، یه واکینگ تور دارن، گشت پیاده میزنن به اون اماکنی که داستان درش اتفاق میفته، مثل خونه بلوم یا داروخونه که ازش خرید میکنه یا کتابخونه ملی و جاهایی که داستان درش اتفاق میفته مثل برج مارتلو که داستان درش شروع میشه سری میزنن و قسمتهایی از کتاب اونجا میخونن و در حقیقت دور هم جمع میشن. موسیقی برپا میشه، رقص ایرلندی برپا میشه، نویسنده های دیگه سخنرانی میکنن، ممکنه نقدای کوتاهی بشه و یکی از کارهایی که اتفاق میفته خوردن آبجو و احیانا بدمستی، یه جور احساس اخوت و برادری و نزدیکی به جویس و به رمان اولیس پیدا میشه. خب مجموعه میبینید که اگه همه این وقایع در نظر بگیریم، تا حدودی کامرشیالایز شده و بازاری شده و مقاصد تجاری تا حدودی دنبال میکنه. شاید همون جوری که رقص سما و مراسم قونیه امروزی همونقدر به مولانا مربوطه، بلومز دی و مراسمی که امروز برگزار میشه به نام جویس و به نام اولیس هم همونقدر به داستان اصلی مربوط میشه. اما این
از کی باب شد، چه اتفاقی افتاد، این تا اینجاشو خیلی هم میدونن که این روز مناسبت براش برگزار شد. اولین باری که ما چیزی از این موضوع میشنویم در سال 1922 هستش و از کسی نه کمتر از ازرا پاند در یک مقاله در ژانویه 1922 این کلمه را استفاده میکنه. والری لاربو هم در یک مروری که برای اولیس مینویسه در آوریل 1922 چاپ میشه یه چیزایی راجع به بلومزدی به ما میگه. در ژوئن 1924 نامه‌ای داریم از خود جویس به هامیش هریت شاویور که اون داستان چهره مرد هنرمند در جوانی پورتریت آف دی آرتیست رو در مجله اگویست براش چاپ کرده بود و حامی مالیش بود و مرتب با هم در تماس و مکاتبه بودن. جویس اونجا به هریت شاویور می‌نویسه که یه گروهی هستن، یه آدمایی هستن که یه مراسمی برای خودشون برگزار می‌کنن به نام بلومزدی و برای من گل ادریسی سفید و آبی فرستادن، که شاید این به خاطر این باشه که ادیشن اول اولیس به اون رنگ جلد کتاب در میاد، یا اینکه گفتیم بلوم در یکی از اپیزودها چنین لباسی با چنین توصیفی تنش هست، سمارت بلو سوت پوشیده، و شاید هم به خاطر آبی آبهایی باشه که آدیسیوس یا اولیس بر اون دریاها و اون آبها کشتیرانی کردن و به هر حال یه نمادی شده برای این روز و این جشن و مراسم. در همین نامه جویس به ویور می نویسه که باید خودم را متقاعد کنم که آن کتاب را من نوشتم. روزگاری بود که می توانستم در مورد کتاب حرفهای خردمندانه بزنم. یه جور احساس دور افتادن و یه جور احساس بیگانگی کردن می بینیم که جویس هم انگار خیلی نمی دونه که وقتی کتاب از زیر دست نویسنده بیرون اومد چه سرنوشتی پیدا میکنه، چه برخوردی باهاش میشه و از چه جهاتی علاقه‌مندان به خودش جذب میکنه که شاید منظور اصلی نویسنده نبوده و همچون تفاصیلی رو از کتابش پیشبینی نمیکرده. خب اینها رو باکر به ما میگه که کتاب جیمز جویس ا بایوگرافی رو نوشته، جیمز جویس یک بیوگرافی. این شرح و تفاصیل رو در مورد ویور و در مورد نامه های جویس در کتاب او پیدا میکنیم و این آغاز بلومزدی میدونه. اما از کی کامرشیالایز میشه و این اتفاق کی میفته؟ میگن که مدعی ضرب این جشن و ضرب این اصطلاح و برگزاری نمادینش سیلویا بیچ هست، صاحب انتشاراتی شکسپیر اند کمپانی، شکسپیر و شرکا، که نخستین ناشر اولیس هست به صورت کتاب در یک مجلد در سال 1922 این کتاب رو چاپ میکنه. سیلویا بیچ یک زن آمریکایی بود که میشه گفت بیزنس وومن هم بود و این جشن رو بهش بال و پر داد برای اینکه یه جوری کتاب رو تبلیغش رو بکنه و پروموتش بکنه. در یک نامه ای از هریت شاویور به سیلویا بیچ در سال 1925 میگه که مرسی به خاطر عکسایی که از بلومزدی سال 1925 برام فرستادی. در ژوئن 1929 که سالی هستش که ترجمه فرانسه اولیس در میاد در جشن انتشار اولیس، ناشر فرانسوی آدریان مونیر شرکت میکنه. در این جشن ساموئل بکت هم هست، خود جویس هم هست، پسر جویس جورجیو هم هست، با هم دیگه در پاریس هستن و یه گشتی میزنن، خارج پاریس میرن و در این روز اونجوری که شایسته هستش ساموئل بکت مطابق آداب این روز حسابی مست میکنه. آخرین بلومزدی که خود جویس به چشم میبینه و در شرکت میکنه 1940 هست در شهر ویشی فرانسه، دو روز بعد از اینکه پاریس سقوط کرده و یک سال بعد میدونیم که جویس از دنیا میره. دفعه بعدی که بلومزدی درست حسابی برگزار میشه سال 1954 که دیگه در دوبلین برگزار میشه، خواننده پیدا کرده کتاب، میشناسنش، برگزار کنندش جان رایان هستش منتقد،
نویسنده پاتریک کاوانا و فلان اوبراین هم شرکت میکنن تو این جشن در خود دوبلین و اینا اون داستان رو راه میندازن که از سندیمونت شروع از برج مارتلو شروع میکنن در اول صبح، بعد میرن سندیمونت و به ترتیب جاهایی که داستان هستش اتفاق میفته سر میزنن و در آخر شب هم حسابی مست کردن و در یک بار یا پاب به پایان میرسونن. رئیس جیمز جوی سنتر در ایرلند در دوبلین اعتقاد داره که از حدود سال 1982 این مراسم حسابی گل کرده، شهرت پیدا کرده و در شهرهای مختلف دنیا برگزار میشه که در ایران هم برگزار شده و طرفدارایی داره. اما اینکه واقعا چقدر این به خود داستان جویس برمیگرده و چقدر قرابت داره با تم داستانی جویس یا با سلیقه جیمز جویس، خب این دیگه از اون چیزاست که میگن هر کسی از زن خود شد یار من و یک دلیل اخوتی است بین کسایی که همه علاقمند جویس هستن، همه علاقمند اولیس هستن اما از جهات مختلف. مثلا بعضی از این دید بهش نگاه میکنن که بلوم یک یهودی زاده بود و این قضیه این که به نام بلوم نامگذاری شده خیلی مطرح شده که شاید تا حدودی ایدئولوژیک باش برخورد شده و مصادره شده به نام اینکه مظلومیت یهودیا یکم بزرگ نمایی شده و این جشن بلومزدی هم به خاطر اون چیز میشه. ولی خب به هر حال یکی از تمهایی هستش که در اولیس هست و مضمون یهودی سرگردان، مضمون یهودی مظلوم، مضمون اصلی جویس نبوده ولی تا حدودی مورد توجهش بوده و وقتی که در اروپا در دوره سرگردانیش و نوشتن کتاب اولیس بوده با افرادی آشنا میشه که اینها اصل و نسب یهودی داشتن، شاگرداش بودن، زبان انگلیسی بهشون درس میداده و خیلی تحت تاثیرشون قرار میگیره. پس این هم خیلی دور از ذهن نخواهد بود. اما آیا واقعا جویس از برگزاری این مراسم بعدش میومده یا ناراحت میشده؟ خیر، میدونیم که بعدش هم نمیومده که این روز جاودانه بشه و در چندین مراسم در زمان حیات شرکت میکنه و فکر این که عده‌ای به نام اولیس و به نام جویس دور هم جمع بشن و مراسم و یاد بودی برگزار بکنن به نظر نمیاد که اونقدر مخالف طبع جیمز جویس بوده باشه. به هر حال به عنوان دوستدار اولیس، دوستدار جویس، ما این روز رو سعی میکنیم که یادمون بیاد، حالا از دید خودمون. بهتون تبریک میگم و امیدوارم که بتونید اولیس جیمز جویس رو تموم کنید و بخونید و ازش لذت ببرید.